الان این زیر لیوانی رو با هم دیگه میبینیم که چجوری بافته میشه، یا همه کوستر یا زیر لیوانی. بیاین با هم دیگه ببافیمش. برای اینکه دقیقا مثل همین در بیاد، من از کتان جینز کد رنگی 03 استفاده میکنم. این از رنگش و از این رنگ استفاده میکنم. برای گردبافیش دیگه نکته خاصی نداره، فقط گردبافی ساده هستش که دیگه فکر کنم همه بلد باشن. فقط برای اینکه درزش مشخص نباشه یا کمترین حالت درز داشته باشه، من یه روشی واسه خودم دارم، روش های مختلف هست، حالا اونو بهتون میگم. حالا بیاین اینو یه بار یه ردیفش با هم ببافیم گردبافیشو. خب مثل همیشه حلقه جادویی رو میزنم، قلابم هم دو هست، دوی تولیپ هستش و به این صورت داخل این حلقه جادویی رو با 12 تا اولش رو سه تا زنجیره میزنم معادل یه پایه بلند و بقیهش رو با پایه های بلند 12 تا پر میکنم. این ستای اولی هم حساب میکنم، یعنی توی این حلقه الان ما 12 تا پایه بلند داریم. اینو من تا انتها میزنم. من 12 تا پایه بلندم رو زدم، این نخو میکشم و کاملا فیکسش میکنم با گره زدن و اینا. حالا من الان انجام نمیدم ولی شما حتما فیکسش کنین. میرسم به سر رج، به این زنجیره ستایی، به این صورت از اینجا و شلال میزنم. تمام شد دارم. حالا میخوام برم رجبه. روش سنتی اینه که سه تا زنجیره بزنین دیگه. من این کار رو نمی کنم. من این زنجیره رو میکشم یکم و به این صورت داخلش رو یه پایه کوتاه میزنم. الان این شد سر رجبم و رجبه رو باید دو برابر کنم دیگه. همینجا هم یه پایه بلند میزنم. پس رجبه پایه ها دو برابر میشونم. میخواستم چی رو بهتون بگم؟ میخواستم این روش رو بگم. تو این روش خط باف بسیار کمتر دیده میشه. نگاه کنین، خط باف به سختی دیده میشه. اینجا خط بافتمونه کمتر دیده میشه. من با این روش راحت ترم، گفتم به شما هم بگم. حالا یه کلاف دیگه از کتان جینز برمیدارم، این رنگشو، و میخوام نقش رو بافت بندازم. این نقش رو بندازم روی زیر لیوانی یا همون کوستر. خب الان این بافت من هستش، این گردیه رو میذارم روی این. دقیقا از اینجا باید وارد شم. از اینجا نگاه کنین، از اینجا قلاب رو وارد میکنم، از ردیف اول رو ول میکنم ردیف دوم، از ردیف دوم از اینجا قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم، میکشمش، یه دونه پایه کوتاه کشیده میزنم یک بار، باز دوباره دو تا، چهار بار این کارو میکنم، سه تا، چهار تا. الان شد چهار تا. من اول و انتهای اینو به هم وصل میکنم. میخوام حالت یه ذره حالت ذرتیش کنم. میبینی؟ به این صورت شد. دو تا زنجیره میزنم، دوباره توی خونه بغلی همین کار رو تکرار میکنم. یه دونه پایه ها باید کشیده باشه، پایه های کوتاه کشیده، دو تا نخو از اینجا رد میکنم، سه تا، آخری رو آروم میکشم، چهار تا. الان این نخ خیلی هرز رفت، خوشم نیومد، میشکافمش دوباره. کشش دست و نخ و اینا رو مناسب در نظر بگیریم که یه کار تمیزی در بیاد. نگاه کنیم، میرم از این پشت میگیرمش، میارمش بالا، میگیرم، میارم بالا، چهار بار این کار رو تکرار میکنم. به این صورت
حالا ابتدا و انتهاش رو به هم وصل میکنم که حالت قنچه بگیره. به این صورت حالا میخوام بیام این وسط و نقش بندازم. به این صورت عمل میکنم، بافتم رو کور میکنم، بافت کور شد. حالا اینو باید بیارم اینجا دیگه، میارم اینجا و لاب از این وسط رد میکنم، قلاب از این وسط رد میکنم، این نخو میکشم بیرون. به این صورت نخو که کشیدم بیرون، شروع میکنم به این خط و شلال یا کوک میزنم. دقت کن، نخ پشت دست من، روی قلاب، روی نخ پشت، این زیره، نخ بالا نمیه، نخ این زیره، این زیر با دستتون این شکلی میگیرینش و شروع میکنیم به ساقه ها رو با کوک و شلال میبافینش. حالا اگر براتون سخته که یه خط صاف رو پیدا بکنین، با خودکار حرارتی نقشی که میخواین و مثلا اینجا رو با خودکار حرارتی بکشین که راهتون رو گم نکنه، ولی من این کار رو نمی کنم، میذارم روی این. الان من باید اینجوری بیام دیگه، اینجوری بیام، این خط این شکلی، اینو میذارم رو این، دقیقا اینجا میام، یعنی از اینجا میام به اینجا. ولی میگم اگه شما براتون سخته، خودکار حرارتی هستش، بکشین و اشتباه نکنه. دقت بکنین که تمام طرحاتون یه شکل در بیاد. من همشون رو چشمی و حدسی بافتم و میبینین که همشون یه شکله. الان اینو میذارم اینجا و تا اینجا میام پایین. پس اینو تا انتها میرم. خب کار من تموم شد. اولین ساقه رو بافتم، میذارم روش، میبینم که دقیقا مثل هم هستش، میذارم بالاتر. خب این الان اینجاست. حالا باید من از اینجا ساقه دوم رو بزنم. اینجا که رسیدیم نخو کات نمی کنیم. من هیچ وقت نخو کات نمی کنم، خوشم نمیاد تا مجبور نشم. حالا به این صورت نخو کور میکنم، اینجوری که کورش کردم میام این پشت، میام این قسمت پشتش، باز دوباره نخو رد میکنم، یه بار دیگه کورش میکنم. حالا اینو میذارم روی این، اینجا از اینجا قلاب وارد میکنم، نخو میکشم داخل، یکم شل نگرش میدم، زیاد نخو نمیکشم، یکم شل نگرش میدارم که به این صورت. حالا دوباره شروع میکنم به بافت نامری یا همون ساق حالت. تمام این مسیر رو میبافم. همه رو با هم میبافیم که براتون مشکلی پیش نیاد. به این صورت یه دور دیگه چک میکنم. الان این اینجاست، اینم اینجاست، پس من باید برسم به اینجا. این خط رو اینطوری میرم بالا. پس دیدین که چجوری یه ضرب بدون اینکه نخواهی کات کنیم، با چند تا حرکت ساده تونستیم این نقش رو بندازیم روی زیلیوانی. زیلیوانیمون رو تزیین کنیم، بافتامون رو تزیین کنیم، حتی شما روی لباس در آستین ها هم با همین روش میتونین تزیینش کنین. گرد بافی هم که دیدین،
گرد بافی هم بهتون گفتم. خب رسیدم به این قسمت، رسیدم به این قسمت، من یه ذره میام این برتر. خب رسیدم به این قسمت، دوباره اینطوری به این صورت پایه کوتاه کشیده میزنم. چند تا؟ چهار تا پایه کوتاه کشیده میزنم. حالا که چهار تا تموم شد، به این صورت میام از اینجا وارد میشم و ذرتیش میکنم، نخو میکشم. حالا دوباره دو تا زنجیره و خونه بعدی هم همین کار رو انجام میدم که میشه چهار تا پایه یک کوتاه کشیده. به این صورت و حالا دوباره اینها رو ذرتی میکنم و تمام. اینجا هستش که شما باید نخو کات کنید. کار من تموم شد، حالا میخوام اینا رو ببافم. خب حالا من میخوام این گلو ببافم. این گل هایی که میبینین و من با نخ کتان جینز بافتم، میبینی حالت ماتو داره، ولی این گل رو، این رنگش رو، کتان جینز این گل رو رنگ رو ندارم، نداشت، از آلیز دیوار استفاده کردم. آلیز دیوار میبینین یکم لختره، یکم هم براختره، برای گل خوشگلتر میشه، ولی اینها رو هم من با کتان بافتم، اونها هم قشنگه، ولی کتان ماته. خب برای بافت این گل برگهاش این ذرتی وسطش رو پیدا میکنم، قلابم رو وارد میکنم، دو تا زنجیره میزنم. میخوام گل برگا انحنا داشته باشن دیگه. دو تا زنجیره میزنم، معادله یه پایه، دو تا زنجیره معادله یه پایه متوسط هستش، و بقیه رو همه پایه ها رو بلند میزنم. 6 تا پایه بلند تو سر همین ذرتی میزنم. شش تا پایه بلندم تمام شد. دو تا زنجیره میزنم. این الان ششمی بود، تموم شد. میخوام برم اینجا دو تا زنجیره میزنم، میام به این قسمت، با شلال وصل میشم. اولین گلبرگ شکل گرفت. میبینین چه انحنای خوبی داره، به خاطر اینکه اینجا دو تا بود، اینجا هم دو تا زنجیره بود. این باعث میشه این انحنا بگیره. حالا میخوام برم این وسط، باز هم با شلال وصل و دو تا زنجیره میزنم و داخلش رو با 6 تا پایه بلند پر میکنم. ارتفاع پایه متوسط از بلند کمتره. این باعث میشه که گلبرگ ها انحنا بگیرن. گوشه گلبرگ ها انحنا بگیرن. 6 تا پایه بلندم رو زدم. به انتها که رسیدم دو تا زنجیره میزنم و میام به این قسمت داخل با شلال وصل، میرم با خونه بعدی، اینجا هم با شلال وصل میشم و دوباره همونو تکرار میکنم. میبینین گلبرگ ها شکل گرفت و تمام. امیدوارم ببافی و لذتشو ببری. لایک یادت نره، کامنت یادت نره، همه اینها به من کمک میکنه.